بینندگان عزیز سلام، عزیزان آگاهی فرمانده انتظامی مشهد تماس گرفتن، کلاهبردارانی را دستگیر کردند که در یک شیوه جدید به مردم مراجعه میکردند و کارت آبربانک اونها رو خالی میکردند. ببینیم قضیه چیه. اومده خدمت شاگردمون، گفته ویزیتور هستم، ویزیتور یه نوع سیگار، اگه مانده گذاشت بذاره، ولی تلفنی که ما قطع میکنیم بازیان به شاگردمون از علیکی میگه که بابا تلفن قطع شده. ما که با صاحب کارت صحبت کردیم، کارت بده تا من برم سیگارا رو بیارم. در زمان کوتاه نزدیک نیم ساعتی من مغازه زده بودم بیرون، خانمم تو مغازه بوده، من تو مغازه خودشو ویزیتورش کرده معرفی کرد. یه مدل سیگار دیگه. بله، خانمم با من تماس گرفت، گفتن از شرکت اومدن، گفتن که گوشی رو بهش بده صحبت کنم. وقتی گوشی رو دادم باهاش صحبت کردم، گفتم جناب آقای ویزیتور منطقه شما نیست. اینا تحت عنوان ویزیتور میرفتن در مغازه ها، بعد تماس میگرفتن با صاحب مغازه، چون معمولا یا شاگرد بوده یا همسر صاحب مغازه بوده، بعدم خودشون ویزیتور معرفی میکردن، کارت آبربان با رمز میگرفتن، بعدشون فرار میکردن، آبربانک رو خالی میکردن. گفتم بار چیزی میخوای یا نمیخوای؟ گفتم نه، فعلا در حال حاضر چیزی لازم ندارم. خدافسی کردن. در حالتی قطع بود، جلوی خانمم وانمود کرد که انگار داره با من صحبت کرد میکنه، برداشتن گفتن که آقای نجف، من با اجازت تونی سیگاراتون هم تاریخش قدیمیه هم قیمتش قیمت قدیمه، ما بریم شرکت جابجا کنیم، فردا بار جدید براتون بیاریم. متاسفانه نزدیک 40 بوکس سیگار رو از خانم میگیرن و متواری میشن. کارت میگیره، میره او برخیابون 17 میلیون از کارت تخلیه میزنه، میره 1 میلیون میوه میخره، 6 میلیون پول نقد میگیره، 13 تومن میره طلا میخره. در پی اخبار زیاد و گزارشات زیادی که مبنی بر چندین فقره سرقت آبربانک به صورت باندی از تعدادی کسبه و بازاریان با شگردهای خاص واصل شده بود، موضوع در دستور ویژه کار پلیس قرار گرفت و مشخص شد که این جرایم توسط یک باند حرفه‌ای صورت میگیره. شما خودت بگو چی کار میکردین آقا؟ من رو موتور میشستم، بعد دوستم میرفت تو مغازه، کارتو میگرفت میومدیم میرفتیم. شما چه جوری کارتو میگرفتین؟ میرفتیم در مغازه، مثلا اونا که زن و یه بچه هم، بعد بهشون میگفتن. یا بچه یعنی چنی صاحب مغازه خودش نبود، خانوم یا بچه اونجا بود؟ بعد میگفتیم مثلا خودشان نیستم، میگفتم نه، بعد میگفتم مثلا برای ویزیتور سیگار اومدیم، بعد ازشون مثلا پول مثلا کارت ازشون میگرفتیم که بریم براشون سیگار بیاریم دیگه نمیدیم، بعد میرفتیم اوتو میرفتیم. متصدی میگه خب من کاری نیستم و فقط فروشنده ام و مالک مغازه حضور نداره و زمان حضور مالک مغازه به اصطلاح حضور پیدا بکنید. ایشون اصرار بر اخذ تلفن همراه مالک مغازه رو داشت و خیلی راحت متاسفانه متصدی به اصطلاح حاضر در مغازه تلفن تماس مالک رو تقدیم این آقا میکرد. از این طریق تمام مغازه اینا همه رو تخلیه میکرده، میرفته خرید میکرده تو میدون، بار گفته من شب دامادیمه، او تفتکام اعتماد کردن 6 میلیون پول نقد دادن، بعد از اونجا میره مفتح، 1 میلیون میوه خریده، 6 میلیون پول نقد گرفته. بله، میره مفتح اونجا طلا فروشی، خانم هم زایمان کرده، برای بچه هم یه قطعه طلا بده، یه قطعه برای خانم، 13 میلیون هم اونجا تخلیه میزنه دیگه. شگردشون همین بوده، مگه نه که اگر میخواست از آبربانک یا از قانونی بردارن 200 هم بیشتر نمیتونستن بردارن. در حد معقول که خیلی هم شک نکنن، طلایی میخرید با اون کارت به حساب کارت میکشید و مبلغ رو پرداخت میکرد و تا بخواد این مالک مراجعه بکنه، اعلام بکنه، چه به 110 اعلام بکنه، چه کار قانونیش انجام بده و مسدود کنه حسابشو، اونا خریدشون رو کرده بودن و رفته بودن. شاگرد اون تفلک به ما نگفت، اگه سر کارت رو سوزوندیم. یک ساعت نیم بعد گفت که یا آقایون خدا شاید انقدر به ما ضربه زدن که تمام زندگی اون از هم پاشیده شده، نه تنها ما 200 دیگه شاکی هست. خانمتون لکنت زبان گرفته بوده دیگه. بله متاسفانه تو یک دو سه ماهی تو شوک بودم، بله از ترس، یعنی متوجه شدم ولی جرئت نکردم از ترس. تو موقع با من تماس گرفتم، من اومدم شکایت کردم، یارم سرقت کردم، نزدیک 5 ماه دنبال اینا بودید. این پدر شاگردمون قلب باز عمل کرد به خاطر همین حرکتی که اینا برای ما زدن. خدا شد الان اون لوازم مربوط به جراحی قلب باز بستن اصلا جلو. تو اینکه تونستیم با تلاشای فراوان جناب سرگرد براتور و جناب حسین آبادی عزیز و همچنین رئیس محترم جناب گنجی عزیز اینا رو دستگیر کنیم. یکی از این سارقین شناسایی شدن، چندین آدرس از داخل شهر مشهد به حساب شناسایی شد که به هر جا مراجعه کردن همکارای بنده در آگاهی حضور نداشت و با کارهای فنی که انجام شد مشخص شد که در شهر گلبهار اونجا به اصطلاح محل اختفایی داره و خونه‌ای رو اجاره کرده. بعد که دیدم مشهد تموم شده به شهرستان اطراف فریمان، قوچان،
گلباهار همه اینا میرفتن این اقدام انجام میدن. اونجا که همکارای بنده مراجعه کردن، تحقیقاتی رو که انجام دادن، ضمنی که من یک تشکر ویژه‌ای هم از املاکداران شهرستان گلبهار داشته باشم، کجا خیلی همکاری کردن، تمام اون مشخصات و حالا چه به لحاظ به اصطلاح شکلی و ظاهری و چه به لحاظ مشخصات اسمی همراهی کردن، همکاری کردن. کجاها تو استان گفتید گرفتار شدن مردم؟ نیشابور بوده، سبزوار بوده، چناران بوده، بوچان بوده، گلبهار بوده و بخش بینالود که طرق بشاندیز شامل حالش میشه. باز دوباره شگردشون عوض کردن، رفتن دوتا انبار گرفتن که از طریق دیگه سیگار همه لو رفتن، دیگه بزنن به کار گردو، از طریق گردو وازی حرکت انجام بدن، سلب اعتماد بشه و حساب جذب کنن کارتا رو از مغازه‌دارا و اینا. دوتا الان انبار رفته بودن اجاره کرده بودن این دو نفر که به صرف بزنن به ویزیتور گردو بگن ما پخش گردو و کشمش اینا هستیم، از این طریق با سر مردم کلا بذارن. خیلی شیک اومدی سی اومد تو مغازه، اظهار داشت که من پدرم فوت شده، فردا چلوم پدرم، برنج بدین و روغن بدین و ما هم که اعتماد کردیم همه چی آورده، نه قیمتی که پرسید از ما نه هیچی بهشون دادیم. بعدم موقع حساب کتاب که شد، جنسار که تحویلشون دادیم، کارتشو داد، گفت پول نقدم داریم، من میخوام به این شاگردم نفر دومشون که الان هم اینجا هستن پول نقد بدم، منم که یک تومن پول نقد حقیقت تو دخلم بود بهشون دادم. این فرش شناسایی شد، محل اختفا شناسایی شد و دستگیر شد. به معنی که دستگیر شد، در کوتاه‌ترین مدت دو نفر و سه نفر دیگه از همدستاش هم معرفی کرد و اونا هم دستگیر شدن. کارتشو داد، کارت کشیدیم، گفت تراکنش مردود شد. گفتم که این کارت شما جناب خرابه، تون نمیکشه. بعد گفتم که کنار مغازه من ATMه، برین زحمت بکشین دستگاه ATM بزنین. گفت من با آب براتون میزنم. گوشیشو در آورد، نرم افزار آب داشت، نمیزنم هر چی داشت، آمد باز کرد که برای من بزنه این پوله رو. رسید موفقم بهم نشون داد از تو گوشیش، اینم از حسابم کم شده. ای بابا، ما به گوش حساب ما که نیومدی چی. بعدش هم دیگه انگار منو ترس کردن، هیچی نتونستم بهشون بگم، رفتم برو کی میری دیگه. متهمین بعد از اینکه خب دستگیر شدن و جمع شدن و اعتراف کردن، بیش از 100 فقره سرقت رو به این طریقی که به این شیوهی که خدمت شما عرض کرده شاکی شدن و پرونده تشکیل و در مراجع قضایی الان در حال رسیدگی و انشالله انشای رای خواهد. حتی این رسیدم به شما نشون نداد، رسیدش تو گوشیش نشون داد، هم رسید ساز آب رفته تو رسید قلابی، رسید ساز آب این رو زده و آمده. حالا ما واقعا نمیدونیم، یعنی مجموعه پیشگیری از وقوع جرم دادگستری یه تشکیلات خیلی عریض و طویل، از مشهد هم شروع شد، اول دادستانی مشهد را انداخت، بعد استان شد، بعد کشور شد. مجموعه آب یه رسید ساز درست کرده که داره بسیار سر مردم بر مبنای همین قضیه کلا میره. عزیزان زحمت میشه ها، عزیزان دادگستری، بالاخره باید قلم رو بردارید، شما دستوری بفرمایید، خیلی زحمت میشه شما بزرگواری که در تهران هستید، محبت بفرمایید. ایشون نفر چندومن که دارن به این طریق، ما حداقل گزارش میگیریم دوچار کلاهبرداری میشن، کار شما پیشگیری از وقوع جرمه، محبت بفرمایید، انشالله اقدام عاجل بفرمایید که مردم اینجوری گرفتار نشن. از کسبه محترم تقاضا داریم که حتی الامکان از افراد دارای بنیه بدنی و به قول معروف بتونه حداقل از عهده خودش بر بیاد، یه ضعف بدنی نداشته باشه مثل کودکان و نوجوانان، مخصوصا حالا بانوان به اصطلاح ضعیف‌تر در محل کسب و کار استفاده نکنن. اگر میخوان استفاده کنن خودشون حضور داشته باشن. جایی شد شما بری شک کنن بهت؟ یک بار. چه جوری شک کردن به شما؟ موقعی که می‌خواستیم سیگار ازش بگیریم، بنده خدا پدرشون خودشون اومد، هنوز زنگ نزده بودیم اومدن، بعدش اومد من مغازه بیرون دی. بعد اون عکس العملش چی بود؟ هیچ چیزی، گفت سیگار نمیخواد. پیش کردن برای سیگار، گفت سیگار نمیخوام، گاز شرکت میگیریم. مکان رو کلن به اونا واگذار نکنن، حتما اینا تعمه سارقین اینگونهی قرار خواهند گرفت، به ویژه در مکانها و ساعت خلوت و کم تردد و ساعت پایانی شب این اتفاقات میفته. تو که چارت زن میخواستی بگیری، چارو میذاره کانومی لو ادا دیگه، زش جوان هست، اشکال نداره، چیه دیگه، بس دیگه. چار تا زن دارن ایشون؟ ایشون چهار تا، خوشبختانه چهار تا خانم گرفته و همه امتفلک ها اونا میامده اینجا برای ایشون عشق میریختن، میگفتن ما حاضریم سندم براش بذاریم، ولی این مرد ابجا که بره کار کنه و برای خانوادهش پول حلال بیاره، دنبال مزرعه میخوام کارای کثافتکاری و تو آتلیه عکس رنگی بندازه کنار دریاچه با ما وایبال کنه. از کسب خواهشمندیم که از گذاردن به اصطلاح کارت آبربانکشون
و همینطور رمز کارت در اختیار متصدیان و یا مدارک با ارزششون در محل کسب و کارشون خودداری بکنن و یا معاملاتشون رو به صورت حضوری خودشون زحمت بکشن انجام بدن یا از درگاه‌های مجازی بانک‌ها استفاده بکنن انجام بدن و آموزش‌های لازم رو به متصدیان فروش حتما انشالله داشته باشن. همش فکر می‌کرد اون 1 میلیون میوه رو کجا بردن؟ آ 1 میلیون می 4 تا خونه دارن دیگه، خب همون میشه دیگه. 1 میلیون میوه رو بله برده بود، میگفت که رفتم برای خانم اولا. و ما هم وقتی رفتیم 1 میلیون میوه رو همه رو بردی برای خانم اولت مسلمان. 120 هزار تومان فروختی میوه. تو اینجا یادداشت جناب سرمان خودش هستی دفترش هم نوشته. چیشو شما 4 بار ازدواج کردی برادر؟ اول فوت کرد. میگن 4 بار 4 تا نیستش. خانم اولام فوت کرد، خانم دومم گرفتن زد بچه رو سوزون فرار کرد، سومی رو گرفتن. تقاضا داریم در صورت مراجعه اشخاص و هر گونه درخواست کمک از همه شهروندان این استدعا رو داریم، به خصوص مرتبط با آبربانک، حتما بیش از هر اقدامی از صداقت فرد مطمئن بشن. گفتن دستور غذایی دارن آقایون، دستور غذایی چیه؟ دستور غذایی دارن که با توجه به این شهرهای دیگه هم انجام دادن، تصویرشون به صورت واضح برای شهروندان پخش بشه که اگه سر هر کسی سرقت ازش انجام شده موتورم گفتن موتوری بوده که استفاده میکردن، ازش استفاده میکرد، میرفت اول شناسایی میکرد، بعد دو نفر دیگه میرفتن سرقت انجام میدن.